در حاله ای از تاریکی و روشنی و در پرده ای از تردید و یقین و در قلب کوه های استوار و سمین نمادهایی به چشم می خورند که نشانگر نخستین باورهای بشر هستند. نمادهایی که گرد رمزآلود زمان تنشون رو پوشونده. تنگری که در زبان پروتوبلغاری به خدایان اشاره داشته و در پلیسکا پایتخت بلغار باستانی دیده شده یا در ظروفی سفالی متعلق به عصر برنز و یا بر روی خاکستردانی متعلق به قرن نهم پیش از میلاد، همون نمادیه که در ایران با عنوان همای سعادت شناخته میشه. این نماد در مجموع یکی از نشانه های خط پروتئیلامی یا لاینر هستش که در ایران به فراوانی میبینیم و چون کهن‌تر و فراوانتره، ما برداشتمون بر اینه که این نماد از فلات ایران، از مرکز ایران به جای جای دنیا برده شده و من بررسی هایی که داشتم دیدم در کاخ بلقیس متعلق به قوم سبا روی سنگهای کاخ بلقیس هم این نماد دیده میشه که از اینجا باز به شبه جزیره عربستان هم برده شده. نشانه ها و نمادها در تمام طول تاریخ حیات بشری به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گرفتن. یکی از کاربردهای مهم این نشانه ها ایجاد ارتباط و تعامل بوده. اما امروزه مهمترین منظور از استفاده از سنگ نگاره ها گشودن پنجره هایی رو به حیات سالهای بسیار بسیار دور هستش. در سال 2008 میلادی گروهی از باستانشناسان هلندی به همراه استاد محمد ناصری فرد دست به کاوش در این منطقه زدند و چند ماه بعد آقای ناصری فرد به طور رسمی خبر از کشف 23,000 نمونه باستانی در 31 سایت تاریخی در استان مرکزی دادند. بیشتر این سنگ نگاره ها در کوه های شرق خمین دیده شدند. منطقه تیمره جاییه که در اون سنگ نگاره ها و فنجان نماها یا کاپ مارک هایی وجود داره که قدمت اونها توسط تیپ سنجی جرمی بین 40,800 تا 250 سال قبل تخمین زده شده. اینها گنجینه غنی از نشانه ها و نمادهایی هستند که در مسیر تحول خودشون به اختراع خط منجر شدند. روی یکی از بزرگترین صخره های تیمره حدود 150 تصویر حک شده که یکی از اونها بسیار جلب نظر میکنه. بعضی ها نظرشون بر اینه که این انسانی که کمند اغراق شده و فوق العاده بزرگی داره نمایه از پهلوان بزرگ و شناخته شده سومر یعنی گیلگمشه که نشان میده بزرگی و توانمندیشو و دو تا حیوان اسطوره‌ای از اون محافظت میکنه. این سنگ نگاره که قدمتش به حدود 2000 سال پیش یعنی دوران حکومت اشکانیان میرسه، بزرگترین سنگ نگاره پیدا شده تا الان در ایران از یک گربه‌سان هست و به احتمال زیاد تصویر یک یوز پلنگ رو نشون میده. روی همین سنگ و در فاصله اندکی یوز پلنگ دیگه ای رو مشاهده میکنیم، ولی تفاوتش اینه که در اینجا چیزی که وجود داره انگار فضا بارونی یا برفی هستش. تصاویر دستکن بز کوهی در نقاط زیادی از جهان به چشم می‌خوره، از هند گرفته و آمریکا تا قرقیزستان و عربستان سعودی. همه چیز از تصویر عینی بز کوهی شروع شده و سپس طی صدها سال جنبه‌ای کاملاً انتزاعی به خودش گرفت و تبدیل به حلقه‌ای شد که در وسط اون دایره‌ای کامل وجود داره. بر اساس باورهای قدیمی، وقتی بز کوهی از گله جدا میشه و به صورت منفرد به تصویر در میاد، تقدس پیدا میکنه. این نماد که سمبل برکت و باروری به حساب میاد، هنوز بر تن کوزه های سفالی دیده میشه. کاربرد نماد بز کوهی به همینجا ختم نمیشه. رنگ حضور این موجود در افسانه ها هم به چشم میخوره. افسانه هایی مانند مشک و مشیانه.
میگه خداوند کیومرث رو بر زمین فرستاد و تنها انسان روی زمین بود. 23 یا 40 سال بر زمین زیست کرد، سپس با اهریمن زشتی ستیز کرد و به دست اهریمن کشته شد. وقتی کشته شد دو قطره خونش بر زمین ریخت و از آن یک ریواس دو شاخه بروید. اینها بر هم تنیدن، بر هم پیچیدن، از یک شاخه آن پسر زیبای جوانی به اسم مش و شاخه دیگرش دختر زیبای جوانی به اسم مشیانه متولد شد که در کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی، تاریخ طبری و تاریخ مسعودی میگه ماری و ماریانه. بعد از اینکه اینها از ریواس متولد شدن، خداوند یک فرشته رو احضار میکنه، میگه تو وظیفه داری در قالب یک بز کوهی سپید رنگ بری و به اینها شیر بدی. هرچند حکاکی سنگنگاره ها در تاریخ متوقف شده، اما تلاش باستانشناسان برای رمزگشایی این سمبول ها هر روز روزنه های بیشتری رو ایجاد میکنه تا شاید پلی ساخته بشه از جنس حقیقت به سمت اندیشه های رمزآلود خواهد.